در اینجا. بله، میفرماید که پادشاهی پسری را به ادیبی داد. جناب دکتر درست میخونم دیگه؟ شما این صحنه رو دارید میبینید نه؟ بله بله، الان واضحه. خیلی هم من باید مرسی عزیزم. میفرماید که پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خیش. ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتها شدند. ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نمانه که تربیت یکسان است و طبایع مختلف. گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی، در همه سنگی نباشد زر و سیم. بر همه عالم هم بیتابت سهیل، جایی انبان می کند جایی عدیم. ببینید داستان، داستان به اصطلاح دو مرتبه همون تفکرات جبری هستش که بر جناب سعدی حاکمه و معتقد هستش که بعضی ها اساساً تربیت پذیر نیستن، بعضی ها تربیت پذیر هستن و اشارتی هم که میکنه داستان همین به اصطلاح پادشاهی است که فرزندش رو پیش یک ادیب، یعنی به اصطلاح آدمی که برای اهل ادب، اهل ادبیات فرستاده و گفته که آقا اینو تربیتش کن که با ادب بشه این فرزند من، ولی اون پسر به جایی نمیرسه، در حالی که پسران خود ادیب در فضل و بلاغت به منتهی درجه میرسن. پادشاه دانشمند رو مؤاخذه کردن یعنی بازجویی کردن و معاتبت کردن یعنی سرزنش کردن. میگه پس از ایشون بازجویی میکنه و ایشون سرزنش میکنه که تو وفای عهد نکردی، بچه من به هیچ جا نرسیده، هیچ چیزی آدم نشده درست حسابی، ولی فرزندان تو چرا پس انقدر رشد کردن؟ ایشون جوابی که میده اینه، میگه بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طبایع مختلف. طبایع یعنی طبیعت ها دیگه، طبع ها دیگه. بله، ما همه هر سه سر یه سفره نشستن، اما خب فرزند شما اون طبع لازم رو برای فراگیری نداشت. بعد میگه گرچه سیم و زر ز سنگ تمی، در همه سنگی نباشد زر و سیم. بله مشخصه سیم و زر از سنگ به دست میاد، ولی هر سنگی هم ضروسی ندارد. در همه عالم هم بیتابت سهل، جایی انبان می کند جایی عدیم. حالا اینجا خود جای بحثه. سهل بالاخره نام یک ستاره است. من میدونم این رو که به سالا گذشتگان بر این اصل معتقد بودن که از تابش خورشید بر سنگ ها هست که سنگ تغییر ماهیت می دهد و در رو در و گوهر بروز و ظهور پیدا می کند. میگه سهل میتابد در جای انبان میکنه، جای عدیم میکنه. من نگاه کردم انبان اول به معنی به سر ذخیره است، حجره است، حفره است. یه جایی خوندم که انبان یعنی یک سازی هستش که از جنس چرم و اینا درست میکنه. عدیم هم یعنی پوست و بازم باید پوست چرم هم معنی میده. به هر حال این معنی لغوی مطلبه، اما معنی مفهومیش اینه که یه جایی هست ذخیره است، یه جایی هم فقط سطح و پوسته. پس یعنی آفتاب میتابد، یک جایی ذخیره است، یک جایی هم فقط سطحه، یعنی هیچ به اصطلاح چیزی در او جای نمیگیره و ذخیره‌ای در او به وجود نمیآید. این برداشت است که من از مطلب دارم. حالا بزرگان تشریف دارن، بعدا اگر لازم بود در پایان جلسه توضیح میدن، ما هم استفاده میکنیم. خب اما میریم سراغ حکایت بعدی. میگه یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت ای پسر، چندان که تعلق خاطر آدمی زاد به روزی است، اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه در گذشتی. چقدر این حرف زیباست. واقعا دقت کنید، طرف به سلام فرزندش یا به شاگردش میگه که اگر اونقدر که مردم تعلق خاطر به روزی دارن، به روزی ده می داشتن، مقامشون از ملائکه بالاتر میرفت. یعنی ما به این باور واقعا از صمیم قلب برسیم که
خداوند است که روزی میدهد. و در واقع اگر ما به این مرتب از سمی به قبل میرسیم، مقام اون از ملوکه هم بالاتر گرفت، تا اینکه اینقدر که به فکر خود روزی هست. فراموشن نکرد ایزد در آن حال که بودی نطفهی مدفون و مدهوش، روانت داد و طبع و عقل و ادراک، جمال و نطق و رای و فکرت و هوش. دهنگشتت مرتب گرد بر کف، دو بازویت مرکب ساخت بر دوش. کنون پنداری ناچیز همت، که خواهد کردند روزی فراموش. ببینید چقدر زیبا میگه یادت باشه که تو یه نطفه‌ای بودی مدفون در بطن پدرت و در رحم مادرت، مدهوش، بدون هوش، بدون درک. خداوند بهت روح داد، طبیعت داد، عقل داد، ادراک داد، جمال و زیبایی داد، نطق و منطق داد، رای و تصمیم داد، فکر و هوش داد، همه اینا رو بهت داد. 10 تا انگشت به کف دست قرار داد، 2 تا بازو بر روی دوشت قرار داد و تو رو به این شکل در آورد، انقدر به توجه داشت. حالا فکر میکنی که میتونه فراموشت کنه و تو رو به اصطلاح از یاد ببره؟ نه، هرگز. خداوند بندگانش رو دوست داره و هرگز هم فراموش نمیکنه. اون داستان زنون رو میدونه، و زنون از ذهب و مغاز من فزن نقدر علیه فنادا فی ظلمات، این داستانی که در قرآن کریم هم هست، که داستان یونس دیگه، که وقتی که به اصطلاح این داستانهای در کتاب قصص انبیا میاد، که وقتی که یونس دید که مردمانی که به اصطلاح برای هدایتشون رفته نمیپذیرند دین او را، نفرینشون کرد و اونا را رها کرد، گفت خدایا نابودشون کن. رفت و سوار کشتی شد و رفت به داخل دریا. بعد این اهالی این گفت بعد از 3 روز براتون بران حاضر میشه. اینا نگاه کردن دیدن که آره، اوضاع به هم ریخت و شروع شد به اینکه ابرهای سیاه اومدن و گفتن که ای وای، اون داستانی که برای قوم نوح و لوط و نمیدونم قوم صالح و ثمود و اینا اومده و گفتن پیشینیان داره، واسه ما هم اتفاق میفته. بنابراین اونایی که توشون بودن و عاقل‌تر بودن گفتن که بیایم مردم بریم توبه کنیم، بلکه خداوند از سر تقصیرات ما بگذره. رفتن در بیابان، زن و بچه‌ها رو همراه خودشون بردن، همه رفتن توی اونجا، شروع کردن به مثلا نماز خوندن و زاری کردن و از خداوند طلب بخشش کردن. خداوند بخشیدشون، ولی گوش یونس رو پیچون که اون داستان به اصطلاح رفتنش در داخل کشتی و بعدم قرعه کشی کردن، چون کشتی هم دچار طوفان شد وسط آب و گفتن قرعه میکشیم یکی رو بندازیم توی آب، هم طوفان شد و هم اون ماهی بزرگ من نهنگ اومد به کشتی حمله کرد. اینا گفتن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، یکی رو بعد بندازیم که بخوره و بره و ما رو رها کنه. قرعه کشی کردن، 3 بار قرعه کشی کردن، هر 3 بار هم به نام یونس بیچاره افتاد. گرفتن دست پاش پرتش کردن تو آب، اون ماهی هم این رو خورد. حالا ببینید این داستان اصلا مهم نیست که این داستان حقیقته یا دروغه، پیام داستان هستش که به سلام مهمه. به قول مولانا که داستان مانند ظرفی است که دانه های معرفت و معنی در این داستان وجود داره. این انداختنش توی رفت توی شکم ماهی بر اساس قرآن، اونجا میگه و زنون از ذهب مغاوز من فزن لن نقدر علیه فنادا و فی ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. میگه که وقتی که رب در تاریکی های به سر شکم ماهی قرار گرفت، اونجا گفتش که خدایا من ظالم بودم و بر خودم ظلم کردم، تو پاک و پاکیزه هستی. و بعد میگه و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما نجاتش دادیم و اینگونه خداوند به اصطلاح صالحان را نجات میدهد. از دهن ماهی نجاتش دهیم. چجوری؟ این ماهی آوردش کنار یه ساحلی انداختش، اینم تنها مون در اون ساحل. وقتی که به هوش اومد و بالاخره بلند شد، دید که توی بیابونیه و هیچ کس نیست، و بعد خداوند بهش فرمود خب حالا برو و شروع کن برای من یک به اصطلاح معبد بساز. خب آقا تنها بود بنده خدا، معبد چی بسازم؟ گفت باید بری سنگش از فلان کوه بیاری، از این جنس سنگ باید باشه، چوبش باید از فلان جنگل بیاری،
از این جنس چوب باشه، نمیدونم چنین باشه چنان باشه، خیلی به اصطلاح اون چیزی که خداوند براش مشخص که کار سخت بود. این بنده خدا 10 سال زحمت کشید تا اون به اصطلاح معبد رو بسازه، اون معبدی که با اون معیارهایی که خداوند میخواست. 10 سال ساخت و وقتی که دیگه کامل شد و تمام شد، خداوند فرمود که گفت خدایا مأموریتمو انجام دادم و معبد رو ساختم. خداوند فرمود که خب حالا بزن و همهشو خراب کن. این افتاد به استغاثه که خدایا من 10 سال مثلا حالا به تعبیر من خیلی سختی ها کشیدم تا تونستم این معبد رو بساختم، خب چطوری من این معبد رو اینقدر با زحمت ساختم؟ خداوند بهش فرمود که یونس منم بندگان خودم رو ساختن و اونها رو دوستشون دارم، تو چطور به من میگی همشون رو نابود کن؟ حالا ببین چقدر سخته. یعنی خداوند از روی عشق و محبتی که به نسبت به بندگانش داره، اصلا دلش نمیخواد که بندگانش چی بشن، نابود بشن. حتی دوست نداره که بندازتشون تو جهنم، حتی وقتی که خطا میکنم دوست نداره بندازه. به همین دلیلم شما میبینید که در قرآن کریم به این قضیه خیلی جالب اشاره میشه، میگه که اگر تو خطا میکنی خداوند خطای تو رو برات نمینویسه، بهت مهلت میده 1 روز 2 روز 10 روز صبر میکنه تا اینکه تو بلکه توبه کنی، بلکه به خودت بیای، بلکه مثلا جبران کنی خطای خودت رو. ولی اگر یه کار خوب بکنی خداوند 10 برابر برای تو ثواب می‌دهد. در ازای هر کار خوب 10 برابر ثواب، در ازای هر کار بدت ضمن اینکه اول یاد داشته میکنه 10 روز هم صبر میکنه که بلکه بخوای جبران کنی. به هر حال این نشون دهنده این است که خداوند نسبت به بندگان خودش بسیار رحیمه و مهربانه. خب ادامه داستانمون رو بگیم، حالا اینم باشه انشالله سرلوحه ما باشه که با خداوند رؤوفی سر کار داریم. میگه اعرابی را دیدم که به سر راه همی گفت یا بنیه انک مسئول یوم القیامه ماذا اکتسبت ولا یقال به ما انتسب، یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگوین پدرت کیست. جامعه کعبه را که میبوسند او نه از کرم پیل نامی شد، با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچنو گرامی شد. میبینید میگه یه عربی به پسرش میگفتش کرده، به عربی گفته که ای فرزندم روز قیامت به آنچه که کسب کرده ای تو را مورد سؤال و به سالنا قرار میدن و نمیگویند که وابسته به کی هستی و یا نسبت با چه کسی داری. البته خیلی زیباتر سعدی همین رو ترجمه کرده، یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگوین پدرت کیست. بعد اشاره میکنه که این پرده کعبه رو که مردم میرن طواف میکنن و میبوسن، این به خاطر اینکه حالا از جنس ابریشمه و مثلا جنس مثلا فاخری هستش، به خاطر اون نامور نشده، به خاطر اون محترم نیست، بلکه چون در خانه کعبه قرار گرفته و بر روی خانه کعبه قرار گرفته است، به خاطر اون ارزش و ارزش یافته و گرامی شده است. خب این هم از این. میریم سر مبحث بعدی. خب میگوید که حکایت شماره 9 میگوید که در تصانیف حکما آوردن. این تصنیف و تصانیف یعنی اون نوشتجات، حالا به نظر من مفهومش اینه، در اون اوراقی که نوشتن، در تصانیف حکما آوردن که کژدم را ولادت معهود نیست، چنانکه دیگر حیوانات را بل احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند و اون پوست ها که در خانه کژدم بینند اثر آن است. میبینید به اصطلاح در صحبت از داستان زایده شدن به اصطلاح کژدم میکنه، همون به اصطلاح کژدم دیگه، میدونید که کژدم چیه. میگه که این کژدم به قول معروف به
ولادتش تعهدی نداره، یعنی به مادرش تعهد خاصی نداره، به این ترتیب که سایر حیوانات میدونید که از شکم مادرشون میان بیرون، بعد به مادره خیلی چسبیدن و بهش به اصطلاح تعهد دارن و همراهش هستن. ولی میگه نه، کجرا اینجوری نیست، عقرب به قول معروف. این شکم مادرش وقتی که تکامل پیدا میکنه در داخل شکم مادرش، شکم مادرش رو میخوره، احشاء مادرش رو، شکم پوست مادره رو پاره میکنه و میاد بیرون و میره تو صحرا و دیگه ادامه پیدا میکنه. و میگه اون پوستایی هم که اونجا هست همون آثار بقایای اون مادره بنده خداست که بچه ها خوردنش. باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم، گفت دل من بر صدق این سخن گواهی میدهد و جز چنین نتوان بودن. در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کردند، لاجرم در بزرگی چنین مثلا مقبولند و محبوب. میدونی که کجرم رو هیچ کس دوست نداره، هر کسی تا یه عقربی ببینه فوری یه لنگی کفش و هم داره که بزنه بکشتش. میگه به خاطر این همون جنس خرابیه که دارن که با پدر مادرشون که اونجوری رفتار میکنن موقع زاییده شدن، پدر مادر بیچاره رو میخورن، اینجوری هم مورد استقبال مردمه. پسری را پدر وصیت کرد که جوان بخت یار گیریم پند، هر که با اهل خود وفا نکند نشود دوست روی و دولت مند. چقدر این حرف قشنگه. دیگه آدمایی که با اهل خودشون وفا نمی کنند چهره های دوست داشتنی ندارند و به دولتی هم نمی رسند. بنابراین سعی کنیم که با اطرافیانمون خوش رفتار باشیم اگر خواهان خوشبختی در زندگی هستیم. کجدم را گفتن چرا به زمستان به در نمی آیی؟ گفت به تابستانم چه حرمت است که به زمستان نیز بیایم. این دیگه جوکی هم در همین رابطه ها میگن دیگه. گفت به پشه گفتن چرا زمستونم نمی آیی؟ گفت دیدم رفتارتونه تو تابستان، حالا میخوای زمستونم بیام. حالا اینم همین دیگه که به زمستان در نمی آیی، گفت به تابستانم چه حرمت است که به زمستان نیز بیایم. یام از این. و اما حکایت بعدی را بخوانیم و تقریبا دیگه این دیگه پایان قصه بخش ما باشه. می‌فرماید که فقیر درویشی حامله بود، مدت هم به سر آورده و بعد این درویش را همه اون فرزند نیامده بود. خب این که مشخصه، یه درویشی است که همسری داره، زن حامله است و به اصطلاح همه عمرم این بیچاره بچه نداشتن، حالا این خانم حامله شده بودیه. گفت اگر خدای عزوجل مرا پسری دهد جز این خرقه که پوشیده دارم، هرچی در ملک من است ایثار درویشان کنم. اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان به موجب شرط بنهاد. این آقای درویش هم پیش خودش نست که خدایا اگه پسر دار بشه، حالا مثل که خیلی هم براش خیلی جالب بوده که حتما پسر دار بشه. برحال میگه که خدایا اگه پسر دار بشم فقط این لباسم رو بس خودم نگه هم دارم، هر چی دیگه که دارم خرج مثلا نظر درویش ها میکنم و مثلا بذر بخشش میکنم. اتفاقا پسر دار شد، این کارم انجام دارم. پس از چند سالی که از سفر شام باز آمدم به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم. گفتند به زندان شهر در است. سبب پرسیدم، کسی گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و خون کسی ریخته و خود از میان گریخته. پدر را به علت او سلسله در نای است و بند گران بر پای. ببینید، پس آقا با این همه راز و نیاز و شرط و نذر و نیاز و این صحبت ها بچه دار شد، پسر دار شد و اون به اصطلاح نذرش هم ادا کرد. بعد از چند سالی آقای سعدی که از همون به اصطلاح محلت گذر میکرده خبر رفیقش رو میپرسه، میگن آقا زندانیه. میگن برای چی؟ میگن بله پسرش بزرگ شده، شرابخوری کرده، عربده کشیده، کسی رو هم کشته و تازه فرارم کرده. این بابای بیچاره رو به مثلا گروگان گرفتن و سلسله زنجیر در گردن و بند بر پایش بستن. گفتم این بلا به حاجت از خدای عزوجل خواسته است. وای وای وای. می‌بینید دیگه، این بلا به حاجت
مولانا میگه بس آها که عذاب است و هلاک و از محبت نشنود یزدان پاک. این خیلی نکته قشنگیه، بس تو آها که عذاب است و هلاک و از محبت نشنود یزدان پاک. ما خیلی دعاها میکنیم میگیم خدایا اگر اینطوری بشه چقدر خوب میشه. خداوند از روی محبتی که نسبت به ما داره دعای ما را مستجاب نمیکنه، برای اینکه ما مقطع نزدیک رو میبینیم و پیش پای خود خداوند دوردست ها رو میبینه. و بعدم این رو در به اصطلاح قرآن کریم آیه داریم بابتش که چه بسیار خواهش هایی رو که شما به اصطلاح به جد میخواهید و خیلی در اونها برای شما نیست و چه وقایعی که برای شما اتفاق میفته که شما از وقوعش ناراحت میشوید و در نهایت خیری در آن برای شما وجود دارد. اینکه جناب سعدی الان به مناسبتی هم قبل از این خوندم غم و شادی بر عاشق چه تفاوت دارد، ساقی یا باده به شادی آن که غم از اوست، در واقع تفسیر همین بحث. برحال دیگه زنان باردار این مرد هوشیار اگر وقت ولادت مارزاین از آن بهتر به نزدیک خردمند که فرزندان ناهموار زاید. اینه خدا کنه که به اصطلاح زنان حامله مار بزاین تا اینکه فرزندان ناهموار بزاین که بخواد خون هزاران مردم بیگناه رو بریزه و یا زورگویی رو در جهان تسری دهد. چرا که یادتون باشه که فرزندان نااهل ناخودآگاه تأثیر روی پدر مادرشون هم میذارن دیگه، چه در زندگیشون چه پس از حتی قبل بعد از مرگ پدر مادر، چون هر بلایی که به سر مردم بیارن مردم از چشم پدر مادر بیچاره هم ممکنه ببینن میگن خدای شاید چیکار کنه اون مادری که همچین فرزندی رو زایید. حالا شاید مادری بیچاره هیچ نقشی هم در این بد شدن این فرزند نداشته باشه، ولی به هر حال این هست. و اتفاقا وقتی هم که انسان‌های صالح میشن فرزندان خیر و برکت داره پدر مادر هم دارن، چه در زندگیشون که زنده هستن و چه در پس از مرگشون که هر کار خیلی که فرزندان میکنن مردم میگن خدا پدر مادر طرف رو بیاورد. و انشالله که خداوند به همه شما فرزندان صالح عطا کند که موجبات افتخار و به اصطلاح سرفرازی پدر مادر رو فراهم کنند و شما هم به وجودشون ببالید همچنان که پدر مادر شما بر وجود ما میبالند. خیلی ممنونم برای توجهتون. ما هم سر ساعت 8 صحبتمون رو به پایان رسوندیم. من در خدمتتون هستم، اگر نکته مطلبی هست که بفهمید که استفاده کنیم و دیگه در خدمت دوستان